بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان، دختر خانم ها آقا پسرها، سلام، وقت شما بخیر باشه انشاءالله. خیلی خوش آمدید به برنامه رهیافت که همه هم و غمش رو گذاشته تا بتونه شعار امسال رو تولید، مانع زدائی ها و پشتیبانی ها رو به منصه ظهور بگذاره. خیلی ممنونم که کنار ما و همراه با ما هستید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام نامی حضرت دوست، خداوند بزرگ و بخشنده و مهربانی که همیشه کمک حال بنده ها هست تا مسیر درست رو برای پیشرفت انتخاب بکنن. سلام به این برنامه، خیلی خوش آمدید. اگر تولید کننده یا کارآفرین هستید، اگر پشتیبانی میکنید از تولید کننده های خوب همشهری، همستانی یا هموطن، و یا اگر موانع رو برطرف میکنید، به برنامه رهیافت کاملا درست تشریف آوردید. ممنونیم که همراه با ما هستید. دعوت میکنیم که امروز هم حتما تا آخرین لحظه برنامه کنار ما باشید، بخشای مختلف و متنوع برنامه امروز رو تماشا کنید. اما جناب آقای ساعتچیان، اولین بخش برنامه ما اختصاص داره به استنداپ. درسته، هر استنداپی قرار نیست بر پایه طنز و خنده‌دار بودن پیش بره. اتفاقا بعضی از این موارد کاملا جدیه و به راحتی میتونیم ازش ایده بگیریم. این ایده گرفتن رو گوشه ذهنتون داشته باشین، باهاش حسابی کار داریم. با عرض سلام خدمت تمامی بینندگان عزیز، بنده سید حامد بدخشیان هستم. اوایل سال 96 بود که ما به دنبال تأسیس یک واحد صنعتی بودیم، برای همین در شهرک‌های صنعتی مختلف گشت و گذار کردیم. موردی که برخوردیم توی اکثر کارخانجات ظرفیت خالی فوق‌العاده بالای موجود بود و بعضی از کارخانجات هم مواجه شدیم که وضعیت خوبی نداشتن و نزدیک ورشکستگی بودن. سوالی که برای ما ایجاد شد این بود که با توجه به این پتانسیل بالایی که چه تعداد دانشجویان و چه زیرساخت‌های تولیدی و همینطور منابع طبیعی که تو کشور هست، این وضعیت ما باید شاهدش باشیم. موردی که ما توجهمون رو جلب کرد عدم زیرساخت صادراتی بود، عدم توجه و فرهنگ صادراتی بود و ما احساس کردیم که اون حلقه گمشده داخل صنعت میتونه همین باشه. برای همین ما از سال 96 شروع کردیم به کسب دانش‌های صادراتی، حقوق بین‌الملل و بقیه مسائل، از جمله مسابقات مختلف که در محوریت صادرات برگزار می‌شد، از جمله ماراتن صادراتی اتاق بازرگانی شرکت کردیم و جایزه‌های منتخب چه در بخش ایده‌های برتر صادراتی و چه در بخش تحقیقات و بازاریابی‌های صادراتی رو تونستیم کسب بکنیم. بعد از این بود که ما تصمیم گرفتیم شرکت خودمون رو تأسیس بکنیم. در اول ما چانه‌زنی‌های زیادی داشتیم با کارخانجات‌ها، اما تونستیم در سال اول بیش از 60% یک کارخونه رو به مرحله صادرات برسونیم، با توجه به اینکه اون کارخونه پتانسیل فوق‌العاده خوبی داشت اما دیدگاه مناسبی نداشت. عملکردهای مختلفی که ما انجام میدادیم، از جمله تغییر دیزاین، برندینگ، مذاکرات، مسائل حقوقی و واردات مبالغ مالی بود. شرکت ما در حال حاضر 3 شعبه مختلف داره. یک شعبه در شهر شانگهای چین و یک شعبه در کشور کانادا و شعبه دیگر در میهن عزیز ما. خیلی متشکرم از جناب آقای بدخشیان که این قسمت از برنامه رو اجرا کردن. یادتون هست قبلش گفتم نگاه بکنید، ایده بگیرید، با این ایده ها کار داریم. ما در برنامه رهیافت یه مسابقه داریم ویژه شما بیننده های عزیزمون طراحی شده. فقط کافیه زندگی نامه یه آدم موفق و کارآفرین رو مطالعه بکنید. کل این زندگی نامه رو در قالب یک ویدئوی 2 دقیقه‌ای برای ما به این شماره ارسال بکنید. خدا رو چه دیدی؟ شاید شما برنده مسابقه رهیافت باشین. فقط هر چقدر ایده شما خلاقانه تر باشه، شانس برنده شدن شما بالاتر. زنده باشید انشالله. خیلی متشکرم آقای ساعتچیان، ممنونم از شما بیننده های عزیز که کنار ما هستید. یه رسالتی ما داریم در برنامه رهیافت که در طول این برنامه، زمانی که این برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم، در هر برنامه یک کارآفرین نمونه رو میاریم و با ایشون صحبت میکنیم در ارتباط با روزهایی که پشت سر گذاشتن، اقداماتی که کردن و همه اینها جز صنعتگران عزیز کشور ما اصفهان عزیزمون هستند که منشأ خیرات
و برکات فراوانی هم بودن. امروز جوای سعدچیان ما این وعده رو به بیننده های عزیزمون بدیم که یک میهمان بسیار عزیز و ارزشمند، یک هنرمند از این جهت که بسیار روح لطیفی دارن و یک قهرمان در عرصه صنعت رو دعوت کردیم که می‌خوایم بیشتر هم با ایشون آشنا بشیم. خب پس اگر شما حاضران محترم در این جلسه آمادگی دارین، یه تشویق جانانه به افتخار مهمان و قهرمان رهیافت امروز، جناب آقای ابوالقاسم سرتیپی. متشکرم، دعوت رهیافت رو پذیرفتید و تشریف آوردین تا چند دقیقه ای به اتفاق بیننده های عزیز با شما گپ و گفتی داشته باشیم و بیشتر با شما آشنا بشیم. ما فقط بسنده کردیم به اسم شما. کامل خودتون رو معرفی بفرمایید. من قبل از هر چیز اجازه میخوام چند فرد شعر بخونم. خیلی عالی، با این صدای گرم شما ما لذت میبریم از شعر. اشاره کردیم شما روی لطیفی داریم، بفرمایید. صاحب تبریزی می‌فرماند ای دل از پست و بلند روزگار اندیشه کن، در برومندی ز قحط برگ و بار اندیشه کن. از نسیمی دفتر ایام برهم می‌خورد، از ورق گردانی لیل و نهار اندیشه کن. بر لب بام خطر نتفن به خواب امن رفت، ایمنی خواهی ز اوج اعتبار اندیشه. آیه با تشویق استاد، خیلی زحمت کشیدیم و بسیار لذت بردیم و مطمئنم که بارها و بارها شنیدین که شما چقدر صداتون زیباست. بله در مقابل شما نفرمایید، خواهش میکنم، اختیار داریم. از کجا شروع بکنیم؟ خواهش میکنم بیشتر آشنا بشیم با جناب آقای سرتیپی. حوزه فعالیتیشون، بله. یه لقب ایشون دارند که از طرف از جانب دو وزیر به ایشون تقدیم شده، در واقع پدر سنگ. و خب حوزه فعالیتی ایشون رو مشخص میکنه، هرچند خودشون روحشون بسیار لطیفه. بفرمایید، خواهش میکنم. به قول معروف این جانب ابوالقاسم سرتیپی، متولد سال 1325 در سده اصفهان. سده ما بعد تبدیل شد به همایون شهر و در اول انقلاب تبدیل شد به خمینی شهر. بله. بنده در اونجا متولد شد. در زمان تحصیل من مکان ما تا سوم دبیرستان رو بیشتر نداشت و ما اجبار داشتیم برای ادامه تحصیل به اصفهان، و برای سالهای 10 و 11 و 12 من به دبیرستان هراتی و سعدی آمدم. در اون زمان یک سال بعد از اینکه من خدمت میکردم، یک شب رادیو تلویزیون شما، که رادیو تلویزیون من هم هست، خیلی هم بهش علاقه دارم، اعلام کردن گوینده میخواد. آها، مشخص شد دیگه. بله، باور بفرمین من ساعت 7 صبح رفتم برای اینکه یه امتحانی بدم، تستی بدم. از روی پل فلزی تا مقر رادیو تلویزیون اون خیابون داوطلب ایستاده بود. عجب. من نفر 110 بودم. طرفای ساعت 11 منو برای تست صدا قبول کردن بیام داخل. و جالبه بدونین از بین چند نفر قبول شدین؟ عرض کردم تعدادش رو واقعا نمیدونم. من صددهمین نفر که پشت سر من صف بسیار طولانی بود. ساعت 11 من امتحان دادم و در اون زمان یه آقایی بود و نام آقای آزاد گوینده بود که بار مدیر کل رادیو تلویزیون دعواشون شده بود. عجب. و رفته بود.
اینا بالاخره امشب یکی میخواستن شما رو گذاشتن و به من گفتن بیستید ما شما رو میخواییم خیر بود پس خیر بود دعواشون واقعا خب 110 هم دخالت داشت آفرین عدد 110 بله. بپذیریم عدد 110 هم خیلی بله آقای آزاد هم رفته بود اینقدر به قول معروف ضروری بود که همون شب رو فرستادن رو آنتن همون شبی که شما تست دادید روزش رفتید آنتن همون شب استرس هم داشتید خدا میدونه نه الان بیشتر دارم و به این ترتیب ما شدیم گوینده رو تلویزیون من صبح ساعت 7 میرفتم بانک ملی تا 2 بعد از ظهر و 2 بعد از 4 بعد از ظهر تا 11 شب رو تلویزیون بودم این تیپی هم دوستشم با من کار بکنم یه خاطره ای من دارم اگر بخواید از این دوران براتون بگم جالبه من در اثر معاشرت و دوستان عزیزم در اصفهان به جیم و چه یا همون زیم و چه خودمون باشید عادت کرده بودم و این برای رادیو تلویزیون خیلی مشکل بود که حالا منم رو آنتن و نتونم جیم رو تلفظ بکنم من فرستادن خدا بیامرزتش مرحوم فرهمند استاد تئاتر بود و دیکلاسیون بسیار خوب و ایشون یه شعر به من داد اگه اجازه بیتون این شعرم بخونم بله خواهش میکنم میشنم جالبه گوش کنید میگه چهل خوب تلفظ توجه بکنیم دیگه چهل نیست چهل 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 اوستای چوبتیرچه تراش سبز شور اینوری جوی به چهل اوستای چوبتیرچه تراش سبز شور اونوری جوی گفتند که شما چه چهل اوستای چوبتیرچه تراش سبز شور اینوری جویید که ما چهل اوستای چوبتیرچه تراش سبز شور اونوری جویید و باور بفهمید الان اگر هر کس این شعر رو حفظ بکنه و 10 بار 15 بار از شب این زیموتی راحت میشه خب یه آموزش هم داشتن سرتیپی در ارتباط با فن بیان و از بین بردن لحجه برای اونهایی که دنبال این آموزش هستن خیلی متشکرم از شما استاد سرتیپی بزرگوار ما خوشحالیم و خیلی دوست داریم که باز هم از زبان شما بشنویم چه کنیم که زمان برنامه بیشتر از این به ما اجازه نمیده در فواصل مختلف گفتگو میکنیم با شما بریم سراغ دوستان و همکارانمون بخشی رو ببینیم بازگردیم و رهیافت رو در ادامه پیشکش حضور پر از محبتتون تولید جهش یافته در کشور اگر انشالله این اتفاق بیفته که امیدواریم بیفته این اتفاق این عوارض مهم و این منافع بزرگ بر او متحقق بشه خب حالا چرا در سال 99 به طور کامل این اتفاق نیفتاد به خاطر وجود موانع از طرفی و حمایت نشدن تولید در همه بخش‌ها از طرف دیگر یعنی تولید احتیاج دارد به هم حمایت‌های لازم قانونی و حکومتی و هم احتیاج دارد به اینکه موانع سر راه تولید برداشته بشه سرتیپی شما به 160 کشور در 5 قاره صادرات سنگ دارید. خب کار کردن با سنگ ها هم به نوبه خودش هر چند فکر میکنم در پسش یک هنری هست اما کار سختیه. اما شما این روح هنردوستی رو در وجود خودتون همچنان زنده نگه داشتید با تجربه که کار هنری هم انجام دادید. برای ما بفرمایید که هنر همین الان این روزها در زندگی شما چه جایگاهی داره؟ از طبع لطیف شما کاملا مشخصه که جناب آقای سرتیپی بزرگوار هنوز زنده ام طبع لطیف هنری زنده باشید انشاءالله هنوز زنده ام به هنر بله با هنر زنده هستید آفرین با هنر زنده هستید باور بفرمایید با هنر زندگی میکنم هنری که بچه های من تو کارخونه میآفرینند کم نیست بله. هر کدامشون یک هنر من با تمام علاقه شون با تمام وجودشون
کارآفرین برای من نه، برای خودشون کار میکنن و هر کدوم هنر میآفرینن و این خیلی برای من هست. پس اون لطافت هنر میتونه تأثیر گذار باشه بر سختی سنگ؟ 100%. ببینین دیدگاه های ما فرق میکنه. درسته. با لطافت موضوع برخورد کنیم یا با ضخامت موضوع یا وخامت موضوع، کدوم یکی؟ اگر من یکی از دوستان که با هم کار میکنیم و صدا کردم گفتم عزیزم، این خیلی خیلی کاربرد بیشتری داره تا پرخاش بکنم. لطافت در کلام. دقیقاً لطافت در کلام حداقل. بله. لطافت در رفتار. من با تمام وجودم دلم میخواد بچه‌هام مثل خودم زندگی بکنن، بچه‌ای که با من کار میکنن که تعدادشون امروز اینجا مهمان ما هستن، در کنار ما هستن. بله. و چقدر شما لطیف هستین جناب آقای سرتیپی، چه روح بلندی دارین که به کارمندان خودتون میگین بچه‌هام. واقعیت آخه من یه خانواده بزرگ ببین قربت برم، من از سفره اونا میخورم، اونا که از سفره من نمیخورن تا اونا کار نکنن چیزی گیر من نمیاد. من تصدقی سرتون تو 5 قاره سنگ صادر کردم. بله. و باور بفرمایید هیچ زمانی دنبال سودش نبودم. این کوهنورد که فتح قله براش اهمیت داشت، برای من فتح اون مملکت، فتح اون شهر اهمیت داشت. که در پروژه‌های متعددی هم نام شما ماندگار شده. اگر بخوام اسم ببرم شاید باور کردنی نباشه. اجازه میدید چند خواهش میکنم؟ حتما. در سازمان ملل متحد قلب امریکا این سنگای سبزی که پشتش به اون این کار بنده است. واسه افتخار ایرانه. واقعاً. کاخ ریاست جمهوری پوتین کار بنده است. حالا نمیخوام بگم همش، ولی بسیارش. امریکن هاسپیتال دبی کار بنده است. لوور فرانسه کار بنده است. تمام شب مدارکشو دارم. و باور کنید من 256 سفر خارج از کشور در راستای سنگ داشتم، یک سفر حج واجب رفتم. همه کاری بوده. بقیه کاری بوده. بقیه کاری بوده. بقیه تماما کاری بوده. درسته. متشکرم. هنوزم با این سن عاشق کارم. زنده باشه. آقای سرچیپی، من داشتم فکر میکردم که حالا که آقای سرتیپی یه روح به این لطیفی دارن و صداشون هم اینقدر گرمه، هیچ وقت به این فکر کردن، مخصوصا در دورانی که حالا یه مقدار هم جوان تر از الان بودن، که آواز بخونن، برن دنبال موسیقی؟ نه، اینه که نداشتم از اول. و نرفتیم دنبالش؟ نه. ولی ما میخواییم تو برنامه رهیافت یه قطعه موسیقی تقدیم کنیم به شما، چون میدونیم که هنرمند هستین، هنر دوست هستین و به قول صحبت خودتون با هنر زنده اید. اما انتخاب با خودشون باشه. انتخاب با خودشون. دوست دارین چی تقدیمتون بشه؟ من تمام موسیقی اصیل ایرانی رو دوست دارم. به ویژه خب خداوند رحمتش به استاد شجریان و خب طبیعتاً همایون پسرش. بله. یه شعر هست رو من نمیتونم بگم چی هستش. عشق از شما، عشق از من نمیدونم فلان از شما. این یه شعر بسیار قشنگی. به افتخارش. بسیار عالی. دوباره معروف ما رو سر کیف آوردن. زنده باشید انشاءالله. خیلی ممنونیم از شما. ممنونیم از همراهی شما بیننده های نازنین برنامه رهیافت. بریم یه سری به اتاق فرمان بزنیم. خیلی زود برمیگردیم. سه
سال 1400 سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها. ما از طریق برنامه رهیافت میپردازیم به ارکان مختلف این شعار ارزشمند، با تولید کنندگان و کارآفرینان همشهری و همستانی بیشتر آشنا میشیم و از اقداماتی که مسئولان دغدغه‌مند انجام دادن برای پشتیبانی از تولید، برای برطرف کردن موانع. حتما در فواصل گوناگون رهیافت صحبت خواهد شد. اما مهمان و میزبان برنامه رهیافت ما جناب آقای ابوالقاسم سرتیپی هستند و همچنان از همصحبتی با ایشون لذت میبریم. زنده باشید انشاءالله. باز هم خیلی خوش آمدید جناب آقای سرتیپی. میخواییم با حضور شما یه سنجشی داشته باشیم از همکارانی که همین امروز اومدن کنار ما هستن، ببینیم که چقدر در ارتباط با بحث‌های تخصصی سنگ آشنایی دارن و مطلعن. موافق هستید؟ یه تست بگیریم، یه آزمون بگیریم ازشون. زنده باشید انشاءالله. این مسابقه ویژه حاضران در جلسه هست، با توجه به اینکه همه در زمینه سنگ مشغول فعالیت هستن. بچه‌های خودتون جناب استاد سرتیپی، شما قراره که سوالی رو مطرح بکنید تا ببینیم برنده های این مسابقه چه کسانی هستن. چند سوال مطرح میکنید؟ من اثر کنم یه سوال. سه سوال پس مطرح میکنید؟ خیلی خوبه. سه سوال. پس سه شرکت کننده، سه سوال و قطعا سه برنده. و طبیعتاً جایزه. و طبیعتاً جایزه. البته که قبول نشدن. ایشالا قبول میشن. بسیار. اولین سوال رو مطرح بفرمایید. دوستان کسی که میخواد پاسخ بده دستشون رو بالا بگیرن تا همکاران بنده میکروفون رو در اختیارشون قرار بدن. من افراد چه انتخاب بکنم؟ اگه اجازه بدید. یعنی آزمون مشخص میخواییم برگزار کنید، از آدم های مشخص، از همراه بپرسید. بسیار خوب. خودش میشه یه خلاقیت در روند مسابقه ها. بسیار هم عالی. حسن جان، فرق بین گرانیت و مرمریت چیه؟ فرق بین گرانیت و مرمریت. با سلام. سنگای گرانیت منشأ درونی داره و در واقع در اثر گدازه‌های آتش فشانی ایجاد شده، ولی سنگای مرمریت رسوبیه و در اثر رسوبات که رودخانه ها و دریاها ایجاد کردن به مرور زمان ایجاد شد. سنگ مرمریت رو اشاره کردن رسوبیه، منشأ درونی داره، درست بوده. موفق شدن. موفق شدن. بسیار. آقای ابراهیمی، چه سنگی برای داخل ساختمان مناسب نیست؟ که گفتیم البته این موضوع رو بیشتر توضیح بدید. چرا؟ خدمت همه عزیزان سلام عرض میکنم. خب البته شما سوال رو یه جورایی جواب دادید، به من کمک کردید، ولی بحث استفاده از گرانیت توی داخل ساختمان سال هاست که یه شناخته شده که بایستی استفاده نشه. یعنی گرانیت در صورتی که استفاده بشه توی ساختمان به خاطر مسائل رادیواکتیوی که داره برای بدن مضره، و بحث بهداشت جهانی هم که این روزا حرف اول دنیا رو میزنه. بنابراین از خاطر این موضوع 100% تایید در کنارش تشویق. دو سوال دو برنده. بریم سراغ سوال سوم. سوال دیگه. آیا بدینی کجایی؟ اینجا تشریف دارم. دوست من، توصیه میکنی برای نما چه سنگی رو بهتره که مصرف بکنیم و چرا؟ سلام عرض کنم. مرسی عزیزم. بهترین سنگ رو برای نما، سنگ تراورتن. آفر. بسیار. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم از شما. اگر اجازه میفرمایید جناب آقای سرتیپی، دوستان رو دعوت کنید، دوستانی که موفق شدن و سربلند از این آزمون بیرون اومدن، هدایاشون از دست شما دریافت کنم. بفرمایید. خواهش میکنم. شما هم تشریف بیارید. نمیخواید تشویقشون کنی؟ این لحظه خیلی میتونه جذاب باشه. به دلشون بچسبه. مبارک باشه. یه نفر دیگه. آقا مبارک. زنده باشید انشاءالله. خیلی متشکریم، خیلی ممنونیم. جناب سرچیان، بریم یه بخش از برنامه رو ببینیم. حتما برنامه رهیافت تقدیم نگاه‌های مهربان شما میشه. حضرت آیت الله خامنه‌ای در پایان پیام نوروزی جهش واقعی تولید در کشور را با
مستلزم حمایت‌های همه جانبه دولتی و حکومتی و برطرف کردن موانع دستیابی به آن دانسته و سال 1400 را این گونه نامگذاری کردند. امسال سال 1400 یک زمینه خوبی برای شکوفایی جهش تولید وجود داره. از این بایستی حد اکثر استفاده کرد. باید این حرکت با جدیت دنبال بشود و به طور عمده حمایت‌های قانونی و دولتی و حکومتی از همه سو نسبت به جهش تولید انجام بگیرد. همونطور که پیشتر هم اشاره شد، در این برنامه یعنی رهیافت می‌پردازیم به ارکان مختلف شعار سال 1400، تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها. از طریق این فضا جناب آقای دکتر احسان قمری، دبیر محترم کمیته اقدام ارزی کشور و مدیر کل محترم دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران با ما همراه هستند. الزام صادرکنندگان مبنی بر بازگشت ارز به کشور که در فروردین سال 1397 رقم خورد از یک طرف، خروج یک جانبه آمریکا از برجام و تحریم‌های ظالمانه علیه کشور عزیزمون ایران اسلامی قطعاً چالش‌های زیادی رو سر راه تولید قرار داد و صادرکنندگان عزیزمون در این کشور پهناور با موارد متعددی مواجه شدند. یکی از این موارد که باید بهش اشاره بکنم، بخشنامه‌های متعددیه که صادر شد و آشنا نبودن بعضی از این صادرکننده‌ها با بخشنامه‌ها خب اتفاقاتی رو رقم زد که به یه چالش منجر شد. اما با تشکیل کمیته اقدام ارزی بعضی از این موانع و مشکلات برطرف شد. جناب دکتر قمری بزرگوار، به شما سلام می‌کنم. در حد 3 دقیقه ما صحبت‌های شما رو بشنویم، این خبر خوش رو از زبان خودتون دریافت بکنیم و تقدیم بکنیم به همه بیننده های عزیز برنامه رهیافت. بدون رحمت و تقییم و به این را از دریم نبون اقراض رومی، من سلام عرض کنم خدمت مردم شریف استاد اصفهان. یکی از مشکلاتی که در سال 97 و 98 وجود داشت، تعدد و تکثر قوانین و مقررات در این حوزه بود که این باعث میشد که صادرکنندگان عزیز دچار سردرگمی بشن و ندونن که چه وظایفی بر عهده مترتب است. من این نکته را عرض کنم، اگر اعلام میشود صادرکنندگان باید تعهد ارزی پوشونی کنند، تعهد ارزی در راستای تامین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز تولید است. بنابراین صادرکنندگان امروز به عنوان سربازان خط مقدم نبرد اقتصادی مسئولیت سنگین رو به عهده دارند. به صورت خلاصه عرض کنم، در سال 99 و در آبان ماه سال 99 ما با اتفاقی که افتاد این بود که بحث پیگیری پای تولید ارزی به درستی از بانک مرکزی به وزارت صنعت و معدن تجارت تبدیل شد و وزارت صنعت و معدن تجارت باز دولت نیروی کارشناسی که داشت و همچنین با استفاده از نظرات و دیدگاه های بخش خصوصی، اتاقهای بازرگانی، اتاقهای تعاون، اصناف، همچنین بخش های دولتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان مالیاتی و همچنین نهادهای نظارتی و قوه قضاییه کمیته اقدام ارزی رو تشکیل داد. ما در آبان ماه سال 1399 مصوبه 177 وزارت حمایت اقتصادی دولت رو داریم و در نهایت عرض کنم که در اوایل فروردین ماه در اوایل سال جاری، در 21 فروردین ماه سال جاری، بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از تحولات 1397 تا 1400 ابلاغ شد. من این نکته رو عرض کنم که با ابلاغ این بسته بله، بسته های قبلی در حقیقت باعث سردرگمی صادرکنندگان شد، دستورالعمل‌هایی که وجود داشت از حیز انتفاع خارج شد و کلیه مسائل و مشکلات صادرکننده در قالب این بسته بررسی شد. از آن جمله مثلا بحث صادرات یا فروش ریالی به عراق و افغانستان در نیمه اول سال 97، فروش ریالی به سایر کشورها، بحث ورود موقت، بحث‌های سرمایه‌گذاری خارجی و همه اون چیزهایی که صادرکنندگان مبتلا بهش بودن. من این افتخار رو دارم که عرض کنم با همکاری کلیه بخش خصوصی و دولتی روند ایفای تعهد ارزی صادرکننده
پرندگان هم تثبیت شده و هم تثبیت گشته است و در حال حاضر بیش از 78% از ایفا تحویل ارزی صادر کنندگان ایفا شده است و با تمدیداتی که اندیشه شده است مطمئنا این رقم به حداکثر خودش خواهد رسید. چقدر خوب اعلام شده بود که صادر کنندگان سال 98 تا 31 تیر ماه فرصت دارند که ایفا تحویل ارزی خودشون رو انجام بدن. ولی خبر خوش رو اینجای به اولین در قد رسانی است که اعلام می‌کنیم با تمدیدی که اندیشه شد و با هدف کمک به صادر کنندگان برای ایفا مهلت ایفای تعهد تعرضی صادر کنندگان سال 98 تا 31 مرداد 1400 تمدید یک ماه تمدید شده. همچنین صادر کنندگان سال 97 که مدارک مربوط به احراز ارزش رو باید ارسال میکردن اینها هم تا 15 مرداد فرصت دارن که این کار رو انجام بدن و از بانک مرکزی هم درخواست کردیم و مورد پذیرش قرار گرفته. پرونده هایی رو که بانک مرکزی بله. به قوه قضاییه ارسال کرده و اینها رو با 34 با همکاری نهاد مدنی قضایی تعلیق در واقع من تعلیق صادر کرده بود ما این قول رو گرفتیم که انشاءالله تا پایان مرداد ما هم این پرونده ها هم من تعلیق بشه تا بتونن صادر کنندگان با خاطر به ایفا تعهد تعرضی خودشون انجام بدن. جناب آقای دکتر احسان قمنی خیلی متشکرم، انشاءالله همیشه خوش خبر باشید. این تشویق ها به افتخار شماست. باهاتون خدافظی میکنم آقای قمنی. ممنونم که کنار ما هستید و برنامه رهیافت رو همراهی میکنید. امیدوارم سلامت و تندرست باشید. بخشای مختلف این برنامه تا اینجا به دل شما نشسته باشه و این تصمیم رو داشته باشید که همچنان کنار ما باشید. جناب آقای سرتیپی همراه با ما هستن و افتخاری است برای ما هم صحبتی با شما. جناب آقای سرتیپی بازم خوش آمد میگم به شما و ممنونم که کنار ما هستید. من میخوام یه قدری بریم به گذشته و یه سوال از شما بپرسم. میخوام بدونم که قبلنها دوستی ها خیلی با دوام بود یا نه الان هم مثل گذشته ها میشه در مورد دوستی ها مطمئن بود و روشون صحبت کرد؟ چون قدیمی ها همه چیز رو میگن قدیمیش انگار بهتر بوده. باور بفرمین اینطوره. اصطلاح ما میگین این دوره پولکی شدن. همه چی در چارچوب پوله تأثیر گذاشته دیگه. خیلی تأثیر گذاشته. شاید کسب داشتنی ها، شاید کمبود ها مردم رو سوق به این مطلب داشته، ولی واقعا زمان سابق اینطور نبود. خیلی از دوست ها همه نوع فداکاری برای همدیگه می کردن و من اعتقاد دارم قدیما، نه اینکه حالا خودم قدیم باشد به شما جوانه بر نخوره، ولی واقعا قدیم. شما آماده هستین؟ به افتخار جناب آقای مسعود سرانی. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. قربونش. خیلی خوش آمدید. مرسی. ممنون از شما. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما هدفمون خوشحال کردن استاد بزرگوارم جناب سرتیپی بود. با این استقبال بی‌نظیر مطمئنم که شما هم حسابی غافلگیر شدید. صد درصد. اشک توی چشماشون جمع شد جناب آقای ساعتچی‌ها. بله. و شگفتانه بود براشون قطعا. خب با صحبتش سرانی ببخشید. مایه فخر من که هست مایه فخر استان ماست. قطعا همینطوره. مایه فخر مملکت ماست. بله. من با افتخار میکنم 35 ساله با مسعود رفیق. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. خب این اندازه هم برای داشته باشید. من سلام میکنم خدمت شما و تمام بینندگانتون و خوشحالم هستم که دل دوست قدیمی خودم رو شاد کردم به دلیل اینکه اولین گام حرکت صادراتی رو من با پشتوانه فکری آقای سرتیپی شروع کردم، زمانی که همه ناباور بودن و زمانی که همه انتقاد میکردن از اینکه سنگ ایران رو به بیرون نمیشه صادر کرد، امکانات خوب نیست برای برش و سایش سنگ و من خدمت ایشون رسیدم و فرمودن کار کنه من در اختیار توه. پس یه اندیشه کاری منشأ این رفاقت دیرینه شده و مطمئنن تشویق ایشون من رو اون سالی که شروع کردم صادر کننده نمونه کرد و بنیانگذار کار صادرات سنگ ما بودیم به کمک آقای سرتیپی و بعد کسان دیگه اومدن تو این رشته و امروز ما برای کالاهای معدنی حرف برای گفتن داریم بزنیم. علتش اینه که مبدأ
شروعش خوب بوده و ما چون مسیر درست انتخاب کردیم، پایگاه اصلیمون توی امارات بود، تونستیم از امارات با تبدیل گواهی منشأ کالاهای آقای سرتیپی به عربستان سعودی صادرات داشته باشیم و امروز هم تمام دنیا سنگ ایران رو میشناسه. عالیه، چقدر خوب، بی‌نظیر. خیلی خوش آمدید جناب سرامی. دوست 35 ساله خودتون رو اگر بخواید در چند جمله توصیف کنید چه میگید؟ اصولا ما خواهش میکنیم که در سه تا صفت ایشون رو خلاصه کنید. انسانی که با گذشته، انسانی که هنرمنده و انسانی که ارزش‌های دیگران رو بر ارزش‌های خودش ارجع میدونه، یعنی خوشبختی دیگران جزء خوشبختی‌های خودش محاسبه میشه و برای رسیدن به دیگران به هدفشون تلاش میکنه، اونها رو حمایت و پشتوانی قرار بده. زمانی که ما کارمون رو شروع کردیم شتاب دهنده‌ای وجود نداشت و ایشون میشه شتاب دهنده ما برای رسیدن به این نقطه‌ای که الان هستیم. یعنی تمام این 25,000 نفری که کنار ما شاغل هستن مدیون دو مرد بزرگ یا سه مرد بزرگ هستن. اول علی و حسین همدانیان که من تو خیریهشون روش کردم و بعد هم این استاد گرامی که من رو حمایت کردن و تونستیم امروز 25,000 خانواده رو کنار خودمون حمایت کنیم. متشکرم. جناب سرتیپی شما چی به ذهنتون میرسه؟ دوستتون رو توصیف کنید در چند جمله، چند صفت. از کدام آقای سرامی باعث فخر شهر ما و مملکت ماست و من به وجودش واقعا افتخار میکنم. تکرار نکرده باشم، اگر صد بار هم تکرار بکنم سخنی به اضافه نگفتم. همیشه صادق بودیم، همیشه با من صادق بوده، همیشه پشتیبان من بودید در هر مرحله و هر کجا و من به وجودش افتخار. زنده باشید انشاءالله. جناب آقای سرتیپی، ما مطمئن بودیم که شما اگر مطلع بشید که مهمانتون چه کسی هست حتما خواهید گفت که چرا من دست خالی ام، چرا من هدیه ای ندارم اینجا تقدیمش کنم. ما فکر این قسمت رو فکر این قسمت رو هم کردیم. زنده باشید. یه هدیه آماده شده که البته انشاءالله میپسندن جناب آقای سرامی با مشورت با دوستان همکاران شما تهیهش کردیم که از طرف شما میخواییم تقدیم کنیم به جناب آقای سرامی به عنوان یادگار از برنامه رهیافت که متعلق به همه کارآفرین هاست که انشاءالله مبارک هم باشه بر شما. زنده باشین. میخوام دعوت کنم از دوستان، من خواهش کنم که زحمت بکشن و این هدیه رو بیارن لطفا و تشویق حضار هم به ما کمک کنه. دستتون درد. خواهش میکنم. زنده باشید. جناب سرامی مبارکتون باشه. اجازه من باز کنم. من خب پس یه هدیه هم نیست. چند هدیه تهیه شده. بله. در قالب یک هدیه تقدیم میشه به جناب آقای سرامی که میهمان برنامه ما هستن در واقع به میزبانی جناب آقای سرتیپی. بله. هزار ماشاءالله شما همه چیتون درسته و آگاهانه عمل میکنید. خواهش میکنم. شما باعث خوشحالی شما آمده آقای سرتیپی. کادوتون هم آگاهانه باشید. آقای سرتیپی چک میکنن کادو رو که. به 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 بدخول حال منه. برگ سبزیست. توفیه در بیش. زنده باشید انشاءالله. چه کنند. بی نبا ندارد بیش. مسودم. کار سنگ از پدر سنگ ایران، ظاهرن شما هم دست پر تشکر. بله، دست شما در بکنه جای سرامی، زحمت کشیدید. من هم یک کتاب مال ایرانه بهشون تقدیم میکنم، هم تاریخ چه زندگیم توی کتابه متعلق به خودم، برای اینکه بدونن ثمره کمک های اولشون به کجا کشیده اون تاریخ چه تو کتاب ما هست بهشون تقدیم میبوسم. زنده باشید. میبوسم رو چشمم. زنده باشید انشاءالله. خیلی ممنون. همه این هدایا تقدیم به شماست. زنده باشید. خیلی ممنونم. سپاس از شما. سلامت باشید. ممنونم. بریم یه بخش از برنامه رو ببینیم و برگردیم. کنار ما باشید لطفا. موسیقی
بازم تشکر ویژه از همراهی شما بینندگان عزیز و ارجمند. برنامه رهیافت تقدیم حضور شما میشه. رسیدیم به ایستگاه پایانی این برنامه، گرچه از همصحبتی با جناب آقای سرتیپی بزرگوار، پدر سنگ ایران، سیر نمیشیم. جناب سرتیپی هم اشاره کردن در طول این سالیان فعالیت‌های ارزنده‌ای داشتن برای شهرمون، برای استانمون، برای اطلاعی کشور، که خب شهره جهانی هم فعالیت‌های ارزنده‌ایشون داشته و داره. تمام این اقدامات جناب استاد سرتیپی ستودنیه، اما بفرمایید که برای شهرمون، برای همستانی‌های عزیز چی در نظر داریم؟ من می‌خوام 42 سال تجربه رو تقدیم مردم کنم. خیلی خوبه، بفرمایید. شما آیا می‌دونید روزانه 1000 تن ضایعات از منطقه محمودآباد به اوتینگ که زیر پلیسرای اصفهان هم میشه روز؟ و آیا میدونید این ضایعات میتونه 32 عنصر تولید بشه ازش که هیچی انجام نمیشه، فقط هدر میشه. فقط هدر میشه. عزیزم جناب ساعتجان، من برآورد کردم روزانه بین 3 تا 4 میلیارد تومان میتواند درآمد داشته. روزانه؟ روزانه. و چه اشتغالی در پس این میتونه باشه؟ 300 نفر هم میتونه اشغال زایی بکنه. تازه در شروع کار 300 نفر. در شروع کار. این کادو نیست به نظر شما؟ چرا؟ یه هدیه خیلی ارزشمند. دستن در کارا، سنگبران، اضافه اونایی که سود مضاعفشون از بین میره. این ستا بیشتن کنار هم، منظورم بچه های حمل و نقل، این ستا بیشتن کنار هم این پروژه رو به راحتی میتونن پیاده بکنن. بنده هم آمادگی دارم نوع جایی که میتونه به اینها به قول معروف معرفی بکنه، نوع دانشگاهش رو من حتی حاضرم، آمادگی دارم بهشون معرفی بکنم، حاضرم 5 سال مجانن در اختیار این پروژه قرار بگیرم اگر عمر رو بگیرم. فداتون. زنده باشید انشاءالله. ما هم میطلبیم از اونهایی که مسئولیت دارن در این زمینه، وقتی این آمادگی وجود داره و حیف از این فرصت ها استفاده نشه. ممنونم بابت این هدیه خوب و ارزشمند. چقدر شهر استان اصفهان از این ظرفیت ها داره. همینطوره. مهم اینه که از کنارش راحت رد نشیم. بسیار عالی. خیلی متشکرم جناب آقای سرتیپی. بخش پایانی برنامه است و خب حالا شما که امروز با دست پر آمدید به برنامه، ما هم قراره که یک هدیه از طرف اتاق بازرگانی اصفهان تقدیم شما کنیم به پاس همه مهربانی ها و خوبی های شما. من یه شعر دیگه دارم اگه اجازه بدید بخونم. خواهش میکنم. بسه بگرم شما. خیلی دلم گرفته. زنده باشم. بله بفرمایید. فقط یه خواهش دارم، اگر من نتونستم اجرا کنم شما اجرا. اختیار دارین. خواهش میکنم. شما میتونید با صدای شما دلنشین این شعر، با اون بیان قشنگ و بفرمایید، با اون صدای شیوا. زنده به افتخار استاد سرتیپی. پیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکند، بلبل شوقم هوای نغمه خانی میکند، همتم تا میرود ساز غزل گیرد به دست، طاقتم اظهار عجز و ناتوانی میکند، بلبلی در سینه میناند هنوزم زین چمن، با خزان هم آشتی و گلفشانی میکند. ما به داغ عشق بازی ها نشستیم، ما به داغ عشق بازی ها نشستیم و هنوز چشم پروین همچنان چشمک پرانی میکند. نای ما خاموش، نای ما خاموش، ولی این زهره شیطان هنوز با همون شور و نوا دارد شبانی.
گر زمین دود هوا گردد همان آسمان با همین نخوت که دارد آسمانه می کند. سالها شد رفته دم سازم ز دستم، ما هنوز در درونم زنده است و زندگانی می کنم. با همه نسیان تو گویی در پی آزار من، خاطرم با خاطرات خود تبانی می کنم. بی ثمر هر ساله در فکر بهارانم، ولی چون بهاران میرسد با من خزانه میکنه. طفل بودم، دزدکی پیر و علیلم ساختم، آنچه گردون میکند با ما نهانی میکند. میرسد قرنی به پایان و سپهر بایگان، دفتر دوران ما هم بایگانی میکنه. شهریارا گو دل از ما مهربانان نشکنید، ورنه قاضی در قضا نامهربانی میکنه. عالی بود استاد، با صدای دلنشین شما فوق‌العاده شد. خیلی ممنونم. اما دعوت کنیم از جناب آقای دکتر شایسته پور. بله، کنار ما باشند. مدیر محترم حوزه ریاست و ارتباطات اتاق بازرگانی، و از طرف اتاق بازرگانی یک هدیه رو تقدیم شما کنیم به پاس حضورتون. خوبه آقا، خیلی خوش آمدید. سلامت باشید. خوبه انشاءالله، سلامتی بزرگواری. خیلی خوش آمدید. اتاق بازرگانی اصفهان در سال تولید پشتیبانی ها و زدایی ها وظیفه خودش میدونه که از پیشکسوتان خودش و از فعالین و کارآفرینان اتاق بازرگانی اصفهان تجلیل بکنه، و شما الگوی جوان های شهر ما هستید در بحث کارآفرینی. امیدواریم که انشالله سایدون مستدام باشه و برکاتتون برای شهر باقی باشه. گرچه ما کوچکتر از اون هستیم، میخوایم از شما تجدید بکنیم اتاق نمایندگی از اتاق بازرگانی است. ما برای عیسی اتاق بازرگانی خدمت شما هستیم. لوح تقدیری به تشکر. آقای سرتیبی مبارکتون باشه. خیلی زحمت کشیدید. بزرگواری کردید. ریاست محترم اتاق که برای من مسئول جانه، تا واقعا ریاست اتاق دوستش دارم، همکارمون دوست دارم، با امیدوارم موفق باشن. ما آرزوی موفقیت. خیلی ممنونیم از شما. ممنونم از شما بیننده های عزیز که همراه با ما بودید و در کنار ما با برنامه رهیافت رو تا پایان همراهی کردید. به اتفاق میهمانان عزیز و ارزشمندی که در کنار ما بودن، حضار محترم، شما رو به خدا میسپاریم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. در پناه خود خدا باشید. خیلی متشکرم از همراهی و محبت شما بیننده های رهیافتی. خداحافظ.